بله امروز جامعه هنری و خانواده رامش عزیز دور هم جمع شدن برای به خاک سپاری این هنرمند باور نکردنی که طرفداران بسیاری در سراسر دنیا داشت و داره. سمیرا دختر نازنین خواهر رامش عزیز، گیتی عزیزه، که امروز هم بسیار بسیار زحمت کشیده برای مراسم امروز. سمیرا جان تسلیت میگم بهت. مرسی. خوشحالم همه که عزیز بودن به خالم اینجا هستن، واسه این که خاله من عاشق مردم بود، یعنی همه چیش واسه دوستاش و ایران و زنای ایران. خوشحالم اینجا هستم. خالم یه آدمی بود که توی پابلیک خیلی خانوم بود، خیلی، ولی خونه که بودیم جوکستر بود. یعنی من به همه میگم گنم خالت خیلی کلاسی بود، ولی تنها که باشون بودین فقط میخواست بخنده. That's it. خواننده خانواده‌ای جز ملتش نداره. خانواده یک هنرمند یک ملتیه. من که به خاطر اینکه تو رادیو ایران کار میکردم، تو ارکستر باربد بودم، طبیعتاً از روز اولی که آذر عزیز اومد رادیو میشناسمش تو به امروز. اولا تسلیت میگم به همه هنرمندان، خانواده‌شون، و باید بگیم رامش یک چهره کاملا شاخص بود و در تمام طول مدتی هم که اینجا بود، گهگاه من اون باید که رادیو 2400 صدا ایران به راه بود، در واقع ایشون یه بار محبت کرد به من، زنگ برنامه من گوش میکرد، گفت که دارم برنامه تو گوش میکنم، نمیم صدای دلپذیر جاودان. ما هم تشکر کردیم و این تنها ارتباط من با رامش نازنین. ما هم خیلی سعی کردیم که باش کار بکنیم، دوباره کار بکنیم، ولی ما هیچ وقت موفق نشدیم و دیگه نمیخواست. این به خصوص این یک سال گذشته که دیگه اصلا با هیچ کس ارتباطی نداشت و برای دل شکسته رفت و مثل همه بقیه ما هم همچنین دل خوشی نداشتیم از این تغییر تحولات، ولی اون دیگه خیلی زیاد آزرده خاطر شده بود. برای هر جا هست روح شاد. من فکر میکنم اگر که امکانش بود امروز چندین هزار نفر اینجا جمع میشدن. رامش یکی از هنرمندان بسیار محبوب ما بودش. بسیار یک زمانی در اوج قرار داشت. هم از تکنیک بسیار خوبی برخوردار بود، هم صدای دلپذیری داشت و اینجا در واقع خودشو در انزوا فرو برد و دلیلش هم اینطور که خودش گفته بود به خاطر اعتراض به این بوده که در مملکت ما صدای زن رو نمیذارن در بیاد و زن بخونه. خانم گیتی عزیز، خواهر رامش عزیز، تسلیت میگم بهتون و واقعا متاسفم. یکی متاسفیم که رامش اصلا زیاد نمیدیدیم. نظرتون چیه؟ واقعا میلیون ها نفر طرفدار رامش بودن، هزاران نفر در خارج از کشور، چطور ما نتونستیم رامش خوب ببینیم؟ رامش از وقتی که صدای زن رو در ایران قطع کردن، گفت منم صدای خودم رو قطع میکنم. ولی آخرین کنسرتی که گذاشت، گفت دیگه این آخرین کنسرتمه تا بتونم برم تو مملکت خودم و برای هزاران زن بتونم بخونم و هر وقت اونا آزاد شدن منم دو مرتبه کارم رو شروع میکنم. ولی همیشه این سکوت رو کرد به خاطر زنایی که نمیتونستن هیچ وقت در ایران بخونن. Thank you.
خانم من رفته بود ایران، بهش یارو گفته بود که آقا چه ستار رفته خارج، گفته برای اینکه شما نمیذارین اینجا بخونه، مگه شما میتونید پرنده رو تو قفس بکنید؟ ولی مثل اینکه خب این پرنده رو تو قفس کردن. مسابقه که من باش کردم که تو جوانانم چاپ شد، صحبتش این بود که تا زمانی که زنان در ایران نتونن برن رو صحنه بخونن، من ترجیح میدم منم نخونم. بذارید من یه حرکت اینجوری انجام بدم، حداقل اونا بدونن که ما به یادشون هستیم. فقط در سبک زندگیش میخوام یه چیزی بگم و اون یه واقعیت در مورد موزیسین ها و خواننده ها و هنرمند ها به طور کلی، چه نقاش باشی چه هرچی باشی، من همیشه مثال میزنم بهشون به عنوان زنبور عسل. و واقعا زنبور عسل خود تو میدونی بی آزارترین حیوان دنیاست و قشنگ موثرترین چیزه. چیزای شیرین میره رو گلا میشینه و عسل میده بهتون. این کاری که خواننده هنرمند میکنه، میره رو همه گلا میشینه، اینو میره. و زنبور عسل یک نیش بیشتر نداره، اگه بزنه خودش میمیره، فرق داره با زنبورهای دیگه. اینه که واقعا هنرمندا اینجوری اصلا خودشون نمیدونن چرا دنبال خوانندگی یا نقاشی یا هنر میرن. چیزی تو وجودشونه و مجبورشون میشن این کارو بکنن و یه جورای فدایی هستن. و من اینو میدونم که رامش عزیزم فدایی این کار بود و هست. ما هممون هستیم، حساستر. و خیلی قشنگ پاسخ داد به این صداش کرد موسیقی و من از آهنگاش خیلی لذت بردم اونجا که شنیدم. و آخرم طرز زندگیشو میتونم فقط بگم که واقعا اینجوری زندگی کرد، همه عسلا و شیرینی ها زیباییاشو داد و بعد آخرم دنبال کار خودش رفت. و نمیخوام بگم دل شکسته، ولی میدونم خیلی دوست نداشت اتفاقی که دور برش میافتاد. هر هنرمند خوبی که از دنیا میره، آثار خوبی که داره، آدم این حداقل میتونه از خدا شکرگزار باشه که این فرصت رو داشت که چنین هنرمندی اومد، آثار خوبی از خودش گذاشت. به خصوص امروز که برای خانم رامش اینجا هستیم، میخواییم مراسمی رو برگزار بکنیم که حال دل یک عاشق باشه، حال دل کسی که با نیکی با عشق زندگی کرده، سراسر زندگیش پر از عشق به هنر، عشق به انسانیت، عشق به هم نوعانش و حتی کسانی که شناختی ازشون نداشته بوده. تو این مدتی که به من گفته بودن برای سخنرانی قرار اینجا خدمت شما برسم، از کسانی که میشناختم که با رامش عزیزمون مدتی رو سپری کردن یا خاطره ای ازش داشتن، جز عشق، جز نیکی، جز مرام، جز صفای درونی و قلبی چیزی از اون نکردن. بنابراین ما امروز یک روح بزرگ رو در کنار خودمون داریم. امروز اینجام در کنار آذر عزیز رامش و فقط میتونم بگم که باز هم یکی از گلستان هنری ما یک عزیز دیگه کم شد. و عزیزی که واقعا هم صدای خوبی داشت، هم قلب خوبی داشت، انسان بسیار خوبی بود و من فکر نمی کنم رفته باشه. فکر می کنم که هست، در بین ما هست، چون هنرمند هرگز نمی میره به خاطر اینکه صداش همیشه هست. خیلی زن مهربونی بود. روزهایی که کار کردیم و مثلا یادت میرفت که داری با یه آرتیست کار میکنی، فکر میکردی خواهرته. یک زن کامل از نظر انسانیت، از نظر صدا، از نظر هنری که داشت و کامل بود. و انسانهای کامل همیشه تنهایی را بیشتر دوست دارن تا ازدحام. من مطمئنم که رامش با صدای زیبای خودش، با تکنیک زیبای خودش که اجرا میکرد، سالها و سالها تکرار نشدنی هستش. تصدیق میگم به همه هنرمندان، به همه دوستداران رامش عزیز، به همه کسایی که در طی این سالها حمایتش کردن، به خانواده رامش عزیز، به
خواهرشون، به سعید عزیز برادرش، به خانم شقایق، به همه این کسایی که واقعا دوستش داشتن. سمیرا که جای خودشو داره و متاسفانه خب رامش عزیز از دست دادیم در سکوتی که خودش انتخاب کرده بود. رامش مدتی در اوائلی که انقلاب شد برنامه اجرا کرد، بعد سکوت کرد، دوباره برگشت، آلبومی تهیه کرد، آهنگهایی رو خوند، یا آلبوم هم چند صدایه اجرا کردن با داریوش و فرامرز اصلانی، ولی باز دوباره تصمیم گرفت که نخونه. به نظر من هنرمندا، هر کسی تصمیم گیرنده کار خودشه. چیزی که من از رامش عزیز میدونم و به خاطرم هستش این بودش که یک انسان دوست داشتنیه، یه انسانی بودش که همیشه احترامش رو ما همه داشتیم، هر جا حضور داشت، ولی خودش نمیخواست. من هر سال عید باهاش صحبت میکردم، هر سال میگم من میخوام تلفنی تبریک بگم، فقط تلفنی رو صحبت میکرد، نه دوستش مصاحبه ای بکنه، نه دوستش روبروی کسی قرار بگیره، دوستش کارت به این صورت بودش. ما هم هر سال ازش صداشو ضبط میکردیم، تبریک تلفنی ازش میگرفتیم و به این صورت بودش. و همچنان با کارهایی که به جا گذاشته انگار که زنده است، واقعا هم خواهد بود و همه طرفدارانش از واقعا هنوز با خاطراتش زنده خواهند. واقعا هم همینطوره. ما اینو باید میدونه که خیلی ها دوستش داشتن، هنوز هم میدونه، امروز هم که هستش. به هر صورت امیدوارم که روحش شاد باشه، امیدوارم که به هر صورت این آهنگ ها بارها و بارها تو خونه ها پخش میشه و همه هم ازش یاد بکنه.